فضل خدای را که تواند شمار کرد، یا کیست که شکر یکی از هزار کرد. بهر آفرید بر و درختان و آدمی، خورشید و انجم و لیل و نهار کرد. توحید گوی او نبنی آدمند و بس، هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد. به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای نازنین صنف هشتم، به برنامه خودتان، برنامه مکتب هادی خوش آمدید. دوستان عزیز، به جلسه 27 از مضمون ادبیات دری رسیدیم. عنوان درس امروز شما در مورد یک از شاعران دوره معاصر جناب قاری عبدالحق بهتاب است. در ادامه در حوزه دستور زبان ما و شما با یک مفهوم جدید آشنا نخواهیم شد، بلکه یادآوری میکنیم چیزهایی که تا به حال در این حوزه مطالعه کردیم. عزیزان جان، در فضای مجازی یادآور ما باشید، ما را یاد کنید، نمبر ارتباطی ما را به خاطر داشته باشید. 2096-780-255-40-13 آماده دریافت نظرات شما عزیزان است. عزیزان جان، برویم برگردیم، درس جدید را آغاز کنیم. خب شاگردای نازنین، قبل از اینکه وارد درس نو شویم، کار خانگی جلسه قبل را با هم مرور کنیم. در جلسه قبل سوالی دادیم و از شما خواستیم که نوع کلمه ها را در جمله زیر مشخص کنید، بیان بکنید که کلماتی که در ساختار مثالی که برای شما ذکر کردیم، شاگرد عزیز، چه جایگاهی دارد، چه عبارتی دارد و چه نقشی در ساختار جمله دارد، بر مبنای چیزهایی که از ابتدای این کتاب دوستان تا به حال با همدیگر مرور کردیم و آموختیم. خب جمله رو میخوانیم یک بار. میگوییم که اشعار عامیانه و مردمی یک بخش بزرگ ادبیات شفاهی را میسازد. یک جمله بسیار پرمغز و پرمایه. خب حالی نگاه میکنیم، اگر نگاه دوستان در جلسه قبل باشد، ما جلسه قبل گفتیم که یک کلمه در ساختار یک جمله میتواند جایگاه مختلف، میتواند نقش‌های مختلف داشته باشد. به طور کلی کلمه را وقتی خواستیم تقسیم بندی بکنیم، گفتیم در وهله اول، در مرحله اول، یک کلمه یا مستقل است یا نامستقل است. کلمه مستقل کلمه بود که دارای معنای مجزا و دارای مفهوم مجزا بود، یعنی هم معنایش مستقل بود و هم لفظش مستقل بود، در حالی که کلمه نامستقل کلمه بود که فاقد معنا بود، معنایی نداشت ولی در داخل جمله بین کلمات دیگر ارتباط معنایی ایجاد میکرد، یا بخشی از یک در واقع کلمه بود که وقتی به کلمه دیگر اضافه میشد باعث ایجاد یک معنای جدید در او کلمه جدید میشد. خب نگاه میکنیم، اشعار عامیانه، خود کلمه اشعار میگوییم چیه دوستان؟ یک کلمه مستقل. عامیانه یا مستقل. مردمی مستقل، درسته؟ یک مستقل. بخشی دوستان باز هم مستقل. بزرگ باز هم مستقل. ادبیات باز هم مستقله. یا کنید دوستان چه همه کلمات مستقل ما داریم؟
شفایی باز مستقل، میسازد هم میشه چی دوستان؟ مستقل. خب این شد کلمات مستقل ما. خب حال داخل ای ساختار، داخل ای جمله ما کلمه نامستقل نداشتیم، چرا داریم؟ خب بگویم مانند چی؟ این حرف واوی که اینجا هست دوستان میشود نامستقل، حرف واوی که داریم. خب دیگه را خودش یک حرف چیه؟ نامستقل. این میسازد چیه؟ باز هم نامستقل. یا کنید دوستان؟ پس کلمات را بر اساس مستقل یا نامستقل بودن در ساختار جمله برای شما تجزیه کردیم. خب این شد از اینا. حال کلمات نامستقل خودش انواعی ندارد. چرا؟ کلمات نامستقل یا میتواند اسم باشد، درسته؟ کلمات مستقل، کلمات مستقل در ساختار جمله یا میتواند اسم باشد یا قید باشد و یا هم حتی فعل باشد، درسته؟ این ساختارش بود دیگه. خب حال کلمات نگاه میکنیم از نظر ساخته. اشعار چیه دوستان؟ اسمه، درسته؟ پس اسم. عامیانه هم اسمه. مردمی اسم. یک اسمه. چه نوع اسمی؟ البته وقتی یک میگیم اسم چیه دوستان؟ اسم عدد دیگه، درسته؟ بیان کننده عدده. یک، دو، سه، چهار، اعداد به طور کلی اسم هستن و در ساختار چه قرار میگیرن؟ جایگاه اسمهای مستقل قرار میگیرن. بخش هم در واقع باز هم میشود چی؟ میشود اسم. بزرگ چی؟ بزرگ صفته. گفتیم که خود اسمها هم انواعی دارد. اسمها یا میتواند اسم اشیا باشد، اشخاص باشد، یا میتواند صفت باشد. صفت هم در زمره اسم قرار میگیرد. چرا؟ درست بیان کننده ویژگی های اسم هست صفت، یک تعریف مشخص داره، ولی در حوزه اسم های مستقل قرار میگیره و صفت میشود و حتی در واقع میتوانیم قیدها را هم نوعی اسم بنامیم. خب ادبیات باز هم اسمه، شفایی هم اسمه، میسازد که در واقع چیه دوستان؟ باز فعل است، فعل جمله ماست که مشخص میکند. خب آنی حرف واوی که داریم حرف چیه؟ حرف ربطه، نوعش، درسته؟ یا کلمه دیگه که ما داریم حرف را، گفتیم نامستقله. چیه؟ ما گفتیم که در واقع ما در حوزه ساختار زبان و ادبیات دری یک دانه پسینه داریم، یک پسینه، یک چی داشتیم؟ یک پسوند داشتیم، یک پسینه داریم، درسته؟ پسینه در زبان ادبیات دری فقط یک دانه است و او هم نشانه راست که نشانه یک کلمه است که در ساختار جمله چه نامی داریم دوستان؟ چه نام میکردیم؟ آفرین، نامش رو گذاشته بودیم مفعول، مفعول معرفه. هر زمانی که در جمله ما را میدیدیم کلمه قبلش چی میشد؟ مفعول معرفه. چی حالا مفعول معرفه؟ گفتیم چی؟ شفایی. بخش بزرگ، یک بخش بزرگ ادبیات شفایی را میسازد. اگر مفعولش را به طور کلی بگوییم میشود چی؟ میشود بخش بزرگ ادبیات شفایی به طور کلی میشود در واقع چی؟ میشود مفعول ما. پس را میشود چی؟ پسینه. خب این می که در اینجا داشتیم چیه دوستان؟ می از نوع چیه؟ از نوع پیشونده. چرا؟ چون قبل از فعل آمده، قبل فعل آمده میشود پیشوند. چه نوع پیشوندی؟ پیشوندها دو نوع بود، یا پیشوندهای اشتقاقی یا کلمه ساز بود یا پیشوندهای تصریفی بود. گفتیم پیشوندهای اشتقاقی بر سر اسمها داخل میشدن، مانند چی؟ مانند بی ادب، او حرف بی ابتدای بی ادب. مانند چی؟ مانند نادان، اونایی که ابتدای نادان میاد. ناآشنا، نایی که ابتدای آشنا میاد. این میشد چی؟ این میشد پیشوندهای چی دوستان؟ اشتقاقی، پیشوندهایی که اشتقاق میکرد. ولی پیشوندهای اشتقاقی همیشه بر سر اسم میامدن. این ویژگی اصلی پیشوندهای اشتقاقی بود. در حالی که نوع دوم پیشوندهای صرفی باشه، پیشوندهای صرفی فقط و فقط بر سر فعل میآید. بر سر فعل میآید و معنای فعل را تغییر میده. پس چون بر سر فعل آمده معنای فعل را به استمرار تغییر داده، مستمر شده، پیوسته شده، پس میشه چی؟ این میشود پیشوند ما. نوع چی میشود؟ میشود پیشوند تصریفی. چرا؟
چون پشوندهای تصریفی تنها پشوندهایی بودند که بر سر فعل داخل می شد. حال بتوان شما دوستان از لحاظهای دیگر هم این واژه ها، این کلمات رو چیکار کنید؟ تغییر بدهید، تجزیه بکنید و ترکیب بکنید که برای شما راهگشاست. البته در حوزه زبان و ادبیات دری همین مقدار برای شما کفایت میکنه. خب شاگردای عزیز و گرامی، وارد بخش اول درس امروز شویم. درس امروز ما و شما در مورد یکی از شعرا و یکی از عارفان دوره معاصر است. این چهره کسی نیست جز استاد عبدالحق بهتاب. در مورد بیوگرافی ایشان میخواییم اطلاعات خطاب شما شاگردای عزیز بدهیم. میگویند که فرزند عبدالاحد عطار است. نام پدرشان عبدالاحد عطار یکی از چهره‌های ادبی و عرفانی دوره معاصر است که استاد عبدالحق بهتاب در سال 1265 هجری شمسی در ولایت کابل به دنیا می آیند. در 8 سالگی متاسفانه پدر خود را از دست می دهند و تعلیم و آموزش ایشان به دست دو مامایش سپرده می شود که از چهره های ادبی ولایت کابل به شمار می روند. بعد از چندی که آموزش های ابتدایی را نزد ماماهایش، در واقع استاد عبدالحق بهتاب، سپری می کند، به سمت مطالعه کتاب های عربی می رود و با صرف و نحو و منطق عربی آشنا می شود. از آنجایی که علاقه ایشان به فنون و در واقع زبان ادبیات دری می باشد، گرایش ایشان به ایسند بیشتر می شود و باعث یک انقلاب و دگرگونی در حوزه اندیشه و فکر ایشان می گردد. استاد عبدالحق بهتاب در سن 30 سالگی وارد حوزه تدریس می شوند، به طوری که معلم ادبیات در لیسه حبیبیه کابل می گردند و همزمان با تدریس در این مکان در دارالمعلمین کابل نیز مشغول به تدریس می شوند. بعد از چندی استاد زبان و ادبیات دری در دانشکده ادبیات کابل می شوند و ابتدا آرایه ها و فنون ادبی را مشغول به تدریس می شوند و بعد از چندی آشنایی با عرفان و تصوف را نیز تدریس می نمایند. کسب مقام رسمی ملک الشعرایی، یکی از مقام ها و یکی از مناصب بسیار مهم در حوزه ادبیات دری، رسیدن به مقام ملک الشعرایی است که عبدالحق بهتاب توانایی رسیدن به این جایگاه را داشت و به دعوت وزارت معارف وقت در واقع از ایشان میخواهند و این مقام را به ایشان اعطا میکنند. از ویژگی های دیگر در دوره زندگی ایشان ایست که ایشان خودشان را شاگرد استاد قاری عبدالله می دانند و در یک جایی اشاره می کنند و می گویند که اگر قاری عبدالله نبود، بهتاب هم نبود، و نشان می دهد که در واقع استاد قاری عبدالله در ذهن ایشان، در مفکوره ایشان یک جایگاه بسیار بی‌بدیل و ممتاز دارد. زندگی در فقر و تنگ دستی ولی با سربلندی و مناعت طبع، ویژگی که بسیاری از ادبا و بسیاری از شاعران در حوزه جغرافیای افغانستان داشتند، ایست که در فقر و تنگ دستی زندگی میکردند ولی از یک مناعت طبع، از یک سربلندی خاصی برخوردار بودند. استاد عبدالحق بهتاب نیز از این در واقع قاعده مستثنا نبود و در این جایگاه قرار داشت. متاسفانه در سال 1347 هجری شمسی ایشان وفات پیدا میکنند در سن 82 سالگی و در شهدای صالحین دفن میشوند. رسالات استاد بهتاب. در این اصلاح دوستان میخواییم با انواع آثار و نوشته های استاد بهتاب آشنا شویم. خب میگویم که نخستین اثری که از ایشان میخواییم برای شما ذکر بکنیم کتاب دستور زبان است که در این کتاب شما را با قواعد و علائم نگارشی بیشتر آشنا میکند و یک کتاب بسیار کاربردی در حوزه دستور زبان است. بدیع و بیان
از علومی که در حوزه فنون ادبی بسیار پرکاربرد است علم بدیع و علم بیان است. از اونجایی که استاد بهتاب در حوزه زبان دری و زبان عربی ید طولایی داشت و مسلط بر این دو زبان بود، توانایی نوشتن کتاب بدیع و بیان را داشت و این کتاب یک کتاب بسیار بی‌بدیل است. عروض و قافیه یکی دیگر از فنون، یکی دیگر از مهارت هایی که یک شاعر برای شعر گفتن نیاز دارد، تسلط بر علم عروض و قافیه است. از اونجایی که استاد بهتاب یک استاد بی‌بدیل بود، از اونجایی که ایشان به عنوان یک شاعر بود، به عنوان یک استاد بود، در حوزه شعر آثار بسیار زیادی دارد. اگرچه قالب شعری که استاد به او بیشتر شعر میگفتن قالب شعر غزل بود، خصوصا غزل سبک هندی و سبک خراسانی. نزدیک 3000 بیت غزل از ایشان امروزه به دست ما رسیده است. کتاب عروض و قافیه برای کسانی که میخوان وارد حوزه شعر و شاعری شوند بسیار پرکاربرد است. دیوان اشعارشان از دیگر کتاب‌هایی است که بسیار خواندنی است. کتاب‌های درسی دوره‌های ثانوی مکاتب، از آنجا که گفتیم استاد بهتاب در عنفوان جوانی در سن 30 سالگی شروع به تدریس کردن در مکاتب کردن، خاصه در دارالمعلمین کابل و لیسه حبیبیه. پس دغدغه ایشان همواره داشتن یک کتاب مناسب برای بچه ها در مکاتب مختلف بود. همین امر باعث شد که ایشان برخی از کتاب های درسی را در دوره های ثانوی بنگارن و بنویسن. کتاب های مرجع تحصیلات عالی، گفتیم که استاد بعد از اینکه از مکتب فارغ می شود به تدریس در دانشگاه کابل می پردازند و در ابتدا در واقع کتاب های فنون و در واقع کتاب های آرایه های ادبی را تدریس می کنند، بعد بدیع و بیان را می گویند، دستور زبان تدریس می کنند و بعد از چندی تصوف و عرفان را نیز تدریس می کنند. همین امر باعث می شود که کتاب های در این حوزه برای تحصیلات عالیه در دانشگاه کابل نگارش کنم و مورد استقبال بسیاری از جوانان قرار بگیرد. خب نمونه سخن، میخواییم با نوع شعر، سبک شعری و کلماتی که استاد عبدالحق بهتاب در اشعار خود به کار میبرد دوستان شما را آشنا کنیم. چند بیتی از این شاعر معاصر میخوانیم که توشه برای شما باشد. گر بهار آید چنین گلگون سوار، می رود از کف انان اندلیب. گر نشیند گل چنین با خار و خس، بد شود آخر گمان اندلیب. عاقبت بتاب شد از فیض عشق، عاقبت بتاب شد از فیض عشق، محرم راز نهان اندلیب. بخش دوم حوزه قواعد دستوری. شاگردای عزیز در این بخش نمیخواهیم شما را با یک مفهوم جدید آشنا کنیم، بلکه هدف ما در این درس و در این بخش آشنایی شما با مفاهیم قبلی است. درس هایی که از در واقع قبل از این با شما بودیم، با شما خواندیم در حوزه دستور زبان، میخواهیم این درس ها را دوباره مرور کنیم. خب یک مفهومی ما و شما تا حال خواندیم دوستان چی بود؟ پسینه بود. حال دوباره این مفهوم پسینه رو تعریف میکنیم و مثالش رو میآوریم. میگوییم پسینه در زبان دری تنها یک پسینه وجود دارد که عبارت است از حرف را. گفتیم که در ساختار زبان دری ما تنها یک پسینه داریم. پسینه با پسن فرق میکرد و شاید ازید. پسینه با پسفن متفاوت بود. گفتیم پسینه در زبان دری تنها یک کلمه است، یک در واقع جز دارد و او چیز و او نشانه را می باشد. هر زمان نشانه را داشتین بدانید که این کلمه پسینه است. پسینه پس از مفعول معرفه می آید. پس پسینه هدفش چیز؟ پسینه در داخل جمله وقتی ذکر می شود برای ایست که ما بتوانیم مفعول را پیدا کنیم. چگونه مفعولی را؟ مفعولی که معرفه است. معرفه چی بود؟ گفتیم معرفه در واقع کلمه ایست که ما او را می شناسیم. اسمی که برای ما قابل شناساست،
قابل شناخت است، تحت عنوان معرفه از او یاد میکردیم. حال اگر اون مفعول برای ما شناسا باشد، ما اون مفعول را بشناسیم، تحت عنوان مفعول معرفه از او یاد میکنیم. پس اینه در عین حال نشانه معرفه بودن مفعول است که برای شما ذکر کردیم. حال مثال بزنیم. نگاه کنید دوستان، یک جمله اول را ببینید. من نان را خوردم. این میشود چی؟ یک جمله ایست که حرف را دارد. را پسی نبود دیگه. کلمه قبل از را هر وقت بیاید چی میشود؟ میشود مفعول. مفعول در ساختار جمله چگونه تعریف میشود؟ نگفتیم مفعول کلمه ایست که در جواب چه کسی را، چه چیزی را بیان میشود. خب میگوییم من نان را خوردم. من چه چیزی را خوردم؟ جواب میشود چی؟ نان را. چون کلمه نان آمده، نان می شود مفعول. بعد از نان پسینه را اومده، چون پسینه را داریم، نان می شود مفعول معرفه. او دریا را دید. او چه چیزی را دید؟ دریا. دریا مفعول است، چون پسینه را اومده، پس مفعول معرفه است. حالا اگه مفعول ما در واقع ذکر شود ولی نشانهش ذکر نشود، پسینهش ذکر نشود. جمیله کتاب نوشت. جمیله چه چیزی را نوشته؟ کتاب. پس کتاب می شود مفعول. آیا در این جمله ما حرف را نشانه را پسینه را می بینیم؟ نه، ذکر نشده. چون ذکر نشده نشان می دهد که مفعول ما دیگر معرفه نیست. چه؟ نکره است. مفعول ما مفعول نکره است. مفعول نکره چی بود؟ نکره اسمی بود که نشان دهنده اوست که ای اسم برای مخاطب آشنا نیست. در واقع مخاطب ما این فرد را نمی شناسد، این شی را، این چیز را نمی شناسد. خب جمیله کدام کتاب را نوشته؟ آیا شما کتاب را می شناسید؟ نه. چون نمی شناسید، پس مفعول شما می شد مفعول نکره. چرا؟ چون پسینه را بعدش نیامده است. پدر موتر را راند. پدر موتر راند. یا کنی شاید از این پدر چه چیزی را راند؟ موتر. موتر پس می شد مفعول ما. خب مفعول آمده، پسینش ذکر نشده. پس نشان می‌دهد که مفعول ما که کلمه موتر باشه چیه؟ یک مفعول نکر است. خب پسوند دوستان، پسینه رو گفتیم. گفتیم در ساختار زبان و ادبیات دری یک پسینه داریم که حرف رایه، یک کلمه ای که بسیار شبیه پسینه پسونده. این دو کلمه رو دوستان با هم به هیچ عنوان اختلاط نکنید و اشتباه نگیرید. درست است بسیار از نظر شکل ظاهری شبیه هم دیگره، ولی از نظر معنا و مفهوم دنیایی با یک دیگر تفاوت داره. پسوند نوعی وند است که به کلمه های مستقل می پیوندد و کلماتی با معانی جدید می سازد. پس نوعی وند، پسوند، چون ما یک پسوند داریم، یک پسوند داریم دوستان. پس پسوند نوعی وند است که به کلمه های مستقل که کلماتی دارای معنا و لفظ مستقل است می پیوندد، متصل می شد و یک کلمه جدیدی را می سازد. به طور مثال اول ما انواعش رو ذکر میکنیم، بعد مثالش رو میگیم. پسوندها دو نوع است. یا پسوندها صرفی است، یا پسوندها اشتقاقی یا کلمه ساز به او میگوییم. پسوندهای صرفی پسوندهایی بود که برای افعال میامدن دوستان، و پسوندهای اشتقاقی پسوندهایی بودن که برای چی میامدن؟ برای کلماتی که از جنس اسم هستن. هر زمانی که اسم بودن اشتقاقی میآید، هر زمانی که فعل باشد صرفی میآید. خب تقسیم اسم ها بر اساس شناخته یا ناشناخته بودن آن. پس یک تقسیم بندی دیگری نیز برای اسم ها داریم که وقتی میگوییم اسم ها میتواند یا معرفه باشد یا نکره باشد. حالی اسم ها چه اسم هایی هستند؟ اسم معرفه اسمی است که برای شنونده شناخته شده است. هر زمانی که مخاطب شما در روبروی شما قرار دارد، این اسم از دهان شما برای او خارج میشد، او ای اسم را میشناسد. هر زمانی که ای اسم برای او آشنا بود، پس ای اسم میشود معرفه. معرفه یک کلمه عربی است به معنای شناختن دوستان. این کتاب از من است. کلمه کتاب چیه دوستان؟ کلمه کتاب در اینجا معرفه است. چرا معرفه است؟ چون یک نشانه داره. هر زمانی که اسم اشاره این و آن بیاید دوستان، این و آن هر زمانی که در یک جمله ذکر شه، کلمه بعدش رو چی میکنه؟ معرفه میکنم. نکره چی؟
نکره اسمی است که برای شنونده ناشناخته است. برخلاف اسم معرفه، اسم نکره اسمی است که مخاطب شما او را نمیشناسه. همین که شما یک لفظ را میگویید یا اسم را به او میگویید میشنود ولی نمیشناسد که مقصود شما کیست یا چه کسی است یا چه چیزی است. به طور مثال میگویم کتابی خریدم. خب کتابی خریدم به یک دوستی میگویی، به یک مخاطب میگویی، آیا طرف میفهمه، متوجه میشه که شما چه کتابی خریدید؟ آیا او کتاب شما را میشناسه؟ نه که نمیشناسه، چون کتاب برای او شناخته شدن نیست. کلمه کتاب میشود نکره. یکی از نشانه های نکره ایست که اسمی است که در انتهای او اسم یک پسوندی میآید تحت عنوان چی دوستان؟ یای نکره. نگاه کنید، کتابی، او یایی که در انتهای کتابی هست در واقع یای نکره است. خب شاگردای عزیز، کار خانگی جلسه آینده، اسم بر اساس شناخت به چند دسته تقسیم می شود. پس نگاه کنید، ما گفتیم تقسیم بندی اسم به یک لحاظ. چه لحاظ دوستان؟ بر اساس شناخت. بر اساس شناخت که در این درس توضیح دادیم، بگویید که چند دسته اسم داریم، نام ببرید و برایش مثالی ذکر کنید. خب شاگردای عزیز و گرامی، در پایان درس امروز رسیدیم، جلسه امروز را خلاص کردیم. عزیزان جان، در فضای مجازی ما را دنبال کنید، آماده دریافت نظرات شما خوبان دری زبان هستیم. 20964-780-255-4013 نمبر ارتباطی ما و شماست برای دریافت نظر و پیشنهادات شما. خسته نباشید، مانده نباشید، خداوند یار و نگهدارتان.